در فکلته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان مربورید یگانه دانشجوی است که بدرس با اروبچه معیوبی میوید. بله نو بسته به آنکه پای روان ندارد و در راهروهای پرپیچ‌وتابی دانشگاه با اروبچه حرکت نمودنش دشوار است، ولی او در خانه نشستن نمیخواهد. خوبیش در آن است که وی مثل دیگر معیوبان از نفرانی سالم کنارجویی نمیکند، برعکس میخواهد دائم میان جمعیت باشد. شاید این از آن سبب باشد که آوان کودکی و نورسیاش چون دیگران به یگان درد و محدودیت سپری شده بود. در وقت کودکیش دختری شوخ بیقرار بود. ایخل در کم تر کم تا کسلی را باید نمیفهمید، حسم نمیکرد. بسیار کسل هم نمیشید در وقت کودکیش. شغلی دوست داشتم، فقط آبازی بود. در دره کافرنی همراهی دوگانه هایم آبازی میکردیم و به مکتب میرفتیم. از جهت سلامتی سالم بودم. اگر خیلی نقصان نداشتم. چون در اویله زیویی به دنیا آمده بود، والدون از خوردی فرزندان رو به خوندن و علم اندوختن عادت کنونده بودند، مربوری در مکتب یکی از خوانندگانی فعال بود. در همه کارهای مکتبی و بیرون از مکتبی نیز اشتراکچی فعال بود. این بود که هم معلمان و هم خوانندگان دوستش می داشتند و حرمتش می کردند. این دوست داشتم تاریخ حقوق بود. زبانی خارجی رو دوست می داشتم، زبانی روسی رو. ماتماتیکا، گیومتری، همه فنها رو دوست می داشتم. با همشون دلبستگی داشتم. با شوق و با همون حواس های زیاد تیار می کردم. داستان ها زیاد می کردم. کتاب ها بده رو می خوندم. در همون مکتب کلان یگانه من مروارید نام داشتم. در نظر چشمی همه نمایان بودم. حواس در دلم بود که یا ترجمان زبانی خارج شوم یا در آینده حقوق چیناس شوم. اما نصیب و تقدیر این بود است که بعد از ختم مکتب نه این شد و نه آن شد. نصیب شوهر بود است. شوهر کردم. مروارید با هزار آرزو و امید نقشه های در زندگی کشیده اش رو یک سو گذاشته و حیات مستقلانه قدم نهاد. میخواست امرو با شوهر فرزندان سالم و دوست روی به دنیا آورده و بایه برسونند. اما از روز اول اویلداری ستاره او به خوشتومن پسند نامد. سبب اساسی او رو دوست نداشتن خوشتومن در اون بود که عروس رو پسرش خودش انتخاب نموده بود و اصل نسبی مروارید به اونها خوش نامد. داره اویلوی اول نغز بود، بعد اویست زیاد گپ های زیاد و نفهمایی های زیاد بین آمد و محل گری کردن که فلان تو از محله فلان و ما از محله بسمدان ما نمیخواستیم از فلان محله کلین کنیم و اما پسری ما و یا از فیض آباد دن و یا فیض آباد اصل بابای بابا کلان شد اما من باشم اصل بابای بابا کلان از درواز همین چیز را پرابلیم کردند و همین نفهمایی را سر زد در بین در آمد. خیلی نزدیک بودیم. تستیز خبرش می گرفتیم. خوچه می اومد تستیز. با تلفنی گپ می زدیم. ما هر وقت خبرگیریش می رفتیم. اوچه همه تنج، همه خوب، همه نغز. مودا نمی گفت. وقتی اول خوشتومن با هر بهانه ناچیز جنگ و مغل می برداشت، شوهر پشتیبانش بود. مروارید رو تسلی داده خواهش می نمود که صبر کند. باور می کنون که همهش گذرنده است و با مروری وقت مادر خصلتش رو تغییر می دهد. با چنین امید ها فرزندی نخستی نشون سمیه به دنیا اومد. اما تولدی نبیرانیز خصلت بیبی رو دیگر نکرد. بدی کار در آن بود که شوهر نیز دیگر دستگیریش نمی کرد. اول شوهرم پشت پناه هم بود، پشتی وای میکرد و وای را سرزنش میکرد که در کار نیست، ایخی سخنو کردن، ایخی وای رفتارا کردن، اما وای گوش نمیکردن. که سطح یا جهان بینیشون کم بود یا مفکوره پس داشتن. اویستا اویستا وای هم خیلی طرفی وای شد. شبی که حیات مروارید رو به کلی دیگر نمود، خوشتومن با سبب ناچیز با کلینش مغل برداشته بود. بعد از تهمت و تنهای نوبتی خوشتومن، مروارید تا پوست شب گریست. شوهر در فدراسیون روسیه بود. نوک و تپی بدنش بلند شد. به مادر زنگ زده خواهش نمود وی رو به خانه برند. اما مادر بیچاره از ترس آنکه سببگاری جنجال زیادتی نشود از این کار خودداری نمود. دخترش رو آرام نموده یکجان توصیه اش داد. سبب جنگ تو با شوهرت با تلفن بسیار صحبت میکنی
وای بسیار شما را سراغ میکند و احوال احوال شما پرسان میشد. رشکی وای ها سبب بیماری ماش. با عصبانی شدم و تبی بلند کردم. گیریون شدم. بسیار گیریه کردم. تلفن کرد که اوچه تمپیراتورا کردم. کسل شدم. من فکر کردم گریب شده ممکن. اوتش ده همی خلکه ما چی خطوی کردیم که ویو کلونتر نداشتن، پدر نداشتن. ما اتش گفت که برام دخترم بیارو، من نموندو. گفتم نه، ولی خشتومانش میگه شما عزت احترام یک گریب میشه و دخترشون میان میگیرن میبرن. خیلی عقیده تاجیکو. ما همی خیل فکر کردیم، نموندم اتش ده که براو بیارا. گفتم نه خیلی همونو آدمان یک بلوش میکنن. گفتم بچه هم خیلی خیلی دولور وای کن، سترامون بگی پارستامول بخو، نغز میشه تیمپیراتورا کرد نغز. که همو شاو ده بی حد تیمپیراتورا بلند شده که بسین داشتن. میگه شاو فقط دختر چه مدامون بسین روز کرده. ولی روزی دیگر نیز حالت مربورید بهتر نشد. طبیبانانش هیچ پس نمیگشت. دردی سر اذیتش میداد. حس مینمود که فشار خونش از معیار مقرری بالاست. ولی امکان آن را سنجیدن نداشت. بزور حرکت میکرد. خوشتومان باشد در سر فکری به او یاری دادن را نداشت. شب فرا رسید. بدنش به سوختن در آمد. با چنین درد و سوزش باز سر به بالین ماند. نیت داشت روزی دیگر علاج نموده به نزد طبیب رود. اما وقتی سحر شد جسمش از حرکت باز مانده بود. سرخستم پایهایم کار نمیکنن دیگه. از دودر خوردی شوهرم التماس کردم که رفته پدری من را گوی که من به همین حالت افتادم و من را گرفته به بیمارخانه برم. بعد وای کس رفتن خبر دادن، پدرم اومد دید دارم خیلی حالتی وزنی، گرفتم به بیمارخانه بردم. پوچوش کار مونده همونجا تمپراتور کدگی، سه روز دخونش تمپراتور کدگی. های او وردیم خوارچش وای بود میسیس را کار میکرد باز میخونه در. بعد رفتیم او وردیم با چک چک موندن تمپراتورش خموندیم بلی نیسش بردیم. وقتی مربوری در وزن خونه بود خوشتومانش به شوهر زنگ زده بیمار شدنی همسرش رو میرساند. بعد از یک چند روز شوهر به تاجیکستان برمیگردد. وقتی مربوری اومدنی همسرش رو شنید خورسند شد. دلش به زندگی گرمتر گشت. امید داشت یک جا این مشکلی رو پسی سر می نمویند. ولی وقتی سخنانی او رو شنید دلش از او آینده نیکش یک بوره سرد گشت. بعد 5 روز در وزن خونه بودنم اومد. وای خورسان شده است که وای خبر دادیم که زن در حالتی وزنین است و از دنیا می رود. بیا آخرون بار می خواهی مرحمت بیا زن و اولاد بین. وای خورسان شده اومده از دست من به همی خواه حالت با بالایی در روی هم همی خواهی گفت که من برای ترا گرو چوب کردن اومدم، نه اینکه برای دستگیری کردن. بعد از آنکه حالتش کمی بهتر شد پیوندان مروارید رو به خونه آوردند. پدر و مادر توانی به جسم به حرکت او نظر کردن رو نداشتند. هرچند بسیاری ها می گفتند که در تقدیر دخترش چونی نوشته شده بوده است، اما آنها به چونی سرنوشت راضی شدن نمی خواستند. مقصد گذاشتند که تقدیر جنبانی فرزندی خیش کردند. با همین نیت جدی از پای تبابتش شدند. خوشبختانه بعد از دبو تا سای زیاد در مروارید دیگرگونی ها دیده می شد. حالتم وزنی بود. تمامان یکون اوزی بدنم کار نمیکرد. با ایسته ایسته روز تا روز شفا یافتم، توبت یافتم. گریه میکرد، زیغ میشید. دیگرو را میدید که راه میگردن ایرم حواس میکرد، دلتنگ میشید. 2 سال همیخه یک فقط خواه، فقط با پشت پهلی گشته نمیتونید، فقط سوختم. پوچوم میسوزم، میونم میسوزم، دستم همه جا میسوزم. میگفت خیلی خیلی کسی چیزی ولی چینی گفت گجا گفتن ما کردیم همه کار را سناتوریو بردیم لیچینی کردیم. بعدن از چی باشد شوهر نیز فکرش رو دیگر کرد. به نزدی مروارید اومده عذر پرسید و خواهش نمود به خانه برگردد. اون وقت مروارید علاقه در عروبچه معیوبی بود. از اون که شوهر در چنین حالت با او زندگی کردن میخواهد حیران موند. شد گشت که دخترچهش بی پدر به وایه نمیرسد. تکلیف شوهر رو با جان و دل قبول کرد و به خانه خوشدومانش برگشت. اما این لطف و مهربانی های شوهرش دیر دوام نکرد. اومد شوش که من خونه میبرم. من گفتم که نه بر چقدر نشو. گفتم که می خبر میگیری همی خیلی بیا خونه مودا خبر بگی بر بیر این چیز نمیتونیش. گفتم اینا نگو کرد ایچ خیلی که من نگو میکنم شما نگو کردن نمیتونی نگو نکنن. اونو گفت من خودم نگو میکنم.
دخترچه مای دکر روی میکرم میام میرفت میگفت که اوچه نمیشه با اونا نمونه دا اوچه بره بگیره بیوریش اوچه جون بره بگیره بیوری میگفتم که خی وای حیاتی وای بختی وای خی نبودو که ما امیجا دخالت کنم خی کنی اگر که نخت تونن اما شوش گرفتم میبیره گفتم خونه خی همه خیل شید که نوروزگی ای طرفی خودشون شید اووردن خونه دا موندن همین قطعی دیگه من ندادم دختر چرا رفتم خونه شوهرم نکه من معامله خوب نکردن روی خوش ندادن هر خیل سخنوی قبه پست و بلند هر خیل نفهمویی بسیار از وای دفعه بسیار تر کردن همون قدر سخنو دادن صبر کردم تا قد کردم خیلی روز خوب میشد فرد خوب میشد نشد عاقبت جدایی بود است جدایی شد فرزندم را گرفتم همراه خود حالا باشد دخترچم در صنف یکم میخواند بعد از این دیگر نه مروارید و نه ولیدانش خواهشی با این اویلا خیش و تبوری نمودن را نکردند زن و شوهر از هم جدا شدند طبیعی است که بکار کردن عقد نکاح کشاکش زیاد دارد مروارید را نیز لازم بود تا چند وقت در بدر سودها گردد در این ساعتها او فقط اشک میریخت و خلاص باری در مرافعه نوبتی یکی از سودجاها به مروارید مصلحت پدرانه داد و او قرار داد زندگی من بعدش را به طور دیگر آغاز نماید فقط امین گیریان فقط گیریان در سود پرابلمای دشوار زندگی رو برو بودم بعد یک نصیحتی امون سودیا موین سود شهری وعدت سودیا رحمانوف که تو چی قد گیریه میکنی که وای امین خیلی ناحق آدم سزاوری آبی دیده تو نیست برای هر خیلی ناحق آبی دیده نریزان گفتم امین خیلی نصیحت کردن تو ساز میشی سالی میشی بود آینده تو خوب میشه بهتر میشه وقتی عزیزی خود رو وقتی قیمت خود رو بهوده نگذارونه کدام کس برا که دوست میداری به همون جا رفته تحصیلات رو دوام تیو آینده زندگی خود رو پیش بر تو همه جا حق داری یک روز میشینه خودش مکتوب مینویسه منم راستیش نخوندم مکتوبش چی نویسته جنابی اولیتا خواهش کرده که منم دانشگاه ده داخل کنی که دیگر خونه ده شیشتن طاقتی وی ندارم راستیش تقدیری ما بلندی کرد همین مکتوب خولش آمده خولش داده هم پشت ده پرتفتیان چه خیل شده که مکتوب جنوب بولیده رسیده یک مو پس جوابش اومد که دختر جون تو ای همین روز دانشجو قبول شدی تو وی این تونت گذشت گفته مکتوب خونه اومد اینک سال دویم است که مروارید در شعبه غایبانه فکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل می نماید کوشش می کند نسبت به درس ها جدی باشد زیرا نیت دارد در آینده حقوق‌شناسی بهترین کشور همون گشته حقوق های شهروندان مخصوصا معیوبان را حمایه نماید بسیار دانشجویان که با سبب نقلیات و دیگر بهانه‌جویی میکنن به درس ها حاضر نمیشوند و این دخترک همیشه با معیوبی خودش به درس ها حاضر است در درس ها بسیار فعالانه اشتراک میکنند فن حقوق را خیلی زیاد دوست میدارد و کوشش میکند که در درس ها بسیار سوال جواب و درس ها را شوق‌آور میگذراند دخترک خیلی کینه‌گیر نیست زنده دل میگه و میخنده شوخی میکنه و بازی میکنه ختمون حتی حس نمیکنه که همون دخترک معیوب بایده ختمون میگرده دانشجوی خوب فکولتت ما میباشد یعنی پیش قدم هستن مثال اگر که پای هایش مثال وی باشد اگر این مناسبت خوب دارد با دانشجویان با معلمان ما بسیار خوشحال هستیم که با این خیلی دانشجو در یک فکولتت میخونیم ما در وقتی که اپای مروری به درس میوید این تلفن میکند با ما که بیاد با ما کمک رسوند و ما میرویم با این دست یاری در روز میکنیم که این دلمانده نشود از من و خود و اگر که مثال پای هاش هم ضعیف باشد همین وای خود رو حس نکند
امروز او دیگر فکر روزهای پیشینه رو نمی کند. اون صفحه حیاتش رو از دفتر خاطره هایش کنده است و تنها برای آینده نیک نقشه می کشد. والدین نیز با کاری کرده اشون قناعتمند نیستند و چون طبیبان گفتند که امید به شفایابی است، نیت دارند طبابت دخترشون رو باز ادامه دهند. امیدواری اونم که من بعد نیز در سلامتی مروارید پیشروی ها به عمل می آیند و در آینده نزدیک از نو به پا می خیزد.